امروز یه دوست عزیز واسه من یک ویدیو فرستاد از صحبت‌های فرود فولادوند درباره تاریخ اسلام و ابن ملجم مرادی یا همان بهمن جازویه. من به خاطرات 20 سال گذشته رفتم، روزی که فرود فولادوند اومد و دریچه افکار ما رو باز کرد، روشن کرد، ما رو با حقایق اسلام آشنا کرد. بعد از اون هیچ وقت نتونستیم به گذشته برگردیم و فریب روباهان مکار آخوند و اسلامگرا رو بخوریم. ولی من چیزی که یادم میاد اینه که همون موقع، زمانی که فرود فولادوند شروع کرد و متن به متن آیه قرآن رو میخوند، تفسیر میکرد، حقایق تاریخی رو تطبیق میداد، بودن کسانی در همین خارج از کشور که شروع کردن به تحقیر فرود فولادوند، مبارزه با اون، کسانی که ادعای روشنفکری میکردند. زمانی که شماها تلویزیون شبخیز رو نگاه میکردید، ماها فرود فولادوند رو نگاه میکردیم و یاد می گرفتیم. تو جامعه وقتی حرف می زدیم، آشنایان که خوبه، هر کسی که با ما در ارتباط بود ما رو کافر می خوند، می گفت شما کافر شدید. جالب اینجاست که قبل از اون هم کتاب های زیادی بوده که می تونستیم بخونیم، اما خب ما مطالعه نمی کنیم. خواستم اینو بگم که بله، فرقی نمی کنی که در کجا زندگی بکنی، وقتی که ذهنت بسته باشه، وقتی که نخوای آگاه باشی، نادان ادامه میدی. اما از اون بدتر کسانی هستن که دارن از این فرصت استفاده میکنن فقط برای منافع مالیشون، برای یکم پول بیشتر، برای یکم پول بیشتر. یه چیز دیگه، من خودم تو رسانه کار کردم. رسانه جای دروغ، فریب، هیله و تظاهره. کسی که میتونه تظاهر کنه و در یک رسانه بمونه، کسی که میتونه هر چی بهش دیکته کردن رو دقیقاً بذاره جلوش بخونه و به دیگران بگه، یا کسی که بلد شده چطور توی رسانه پول در بیاره، اون آدم قابل اعتماد نیست. تلویزیون ایران و داخل ایران که هممون خودمون میدونیم، اگر کسی امروز بیاد درباره یک موضوع توی تلویزیون جمهوری کثیف اسلامی با شما صحبت بکنه، اگر حرفاشو باور کنید احمقید. اگر همون شخص از ایران هم بیاد خارج از کشور باز صحبت کنه، من که هنوز شک میکنم. رسانه از یک جای تغذیه مالی میشه، فرقی نمی کنه. چه رسانه خارجی زبان، چه رسانه فارسی زبان، همشون به یک جایی وصل هستند. از افکار خودت استفاده کن، آگاه باش. فقط آگاهیه که باعث میشه ما در یک اتفاق جمعی جمهوری اسلامی رو حذف کنیم و فریب هیچ کس رو نخوریم. همین.